هرگاه یک سابی یک عمل را میخواست انجام بده، قبل از اینکه اون عمل انجام بده یک بار برای خود میسنجیدوره، به تعبیر علما یک بار یک تجدید نیت میکرد. مشهور از یک داستان، یک صحابی وفات کرده بود، یکی از بزرگان تابعین را یک نفر میگه که بیا که بریم بر جنازه از اون صحابی. میگه کمی برای ما وقت بده، یک مکس میکنه، چند لحظه بعد میگه که بیاین حرکت بکنیم. ورش میگن چرا تو کردی؟ میگن یک بار سمیدیم که خب ما چرا این کار رو بکنم؟ فوائدی که من میتونم برای نجات نفس خود از این امی عمل شرعی بگیرم این را ارزیابی کردم و به خاطر رسیدن به اون نیت خود را اصلاح کردم بعد از اقدام. خب دقت بکنین، بسیار یک کار بزرگی است. اصل کار خوب است، مثلا رفتن در جنازه یک صحابی اشتراک کردن که بسیار کلان است، اما ای که صحابی است خب کارش جور است. حالا ما به عنوان یک مسلمان از این امی عمل خود به نفع خود چه خیر رکمایی بکنم؟ کل اونمو منافعی را که برای من میتونه ببره اونها را به یاد خدا آوردم و به خاطر رسیدن به اونها نیت خود را هم اصلاح کردم. بعد از باز عمل خدا شروع میکنیم. حالا شما فکر بکنین، ما شما در هر عمل شرعی اینمی مورد را ذهن خود داشته باشیم، اینمی مورد را ذهن خود داشته باشیم، چقدر اعمال ما تغییر میکنه؟ علما میگن انسان در هر عمل شرعی 3 بار باید نیت خود را اصلاح بکنه. 3 بار: قبل از عمل، در حین عمل، بعد از ختم عمل. دقت کردین، در هر عمل شرعی 3 بار شما ضرورت دارین نیتتان را اصلاح بکنین. به خاطر چی؟ به خاطر که در 3 بار شیطان میخواد که نیت شما را خراب بکنه، ولو کار خوبم بکنین میخواد ثوابش بهره مند نشین. قبل از اینکه عمل شروع بکنین، شما میخواین اقدام به یک عمل بکنین، شیطان میآید اون نیت هایی را در ذهنتان مندازه که مشروع نیست، اخلاص ازتان میگیره. خب اون کار که بکنی گپت خلاص میشه. گاهی وقتا تو آغاز عمل را مخلصانه شروع میکنی، در وسط عمل هستی، شیطان میخواد که کیفیت عملت را تخریب بکنه. دقت کردین؟ گاهی وقتا نیت عمل خالصانه شروع کردی، خالصانه هم خلاص کردی، بعد از خلاص کردنش باز میخواد که باز نیتت را تخریب بکنه. پس در هر عمل ما شما در این 3 مرحله ضرورت داریم که نیت خود اصلاح بکنیم. مثلا به عنوان مثال عبادت کلانی که ما شما میکنیم نماز است. حالا یک نفر میخواد نماز بخونه، قبل از اینکه میره طرف نماز بره، خوب است که این نکته را میشه ذهن داشته باشه. شما وقتی غالبا نیت میگه، من الفاظ مشخصی که در هنگام صلوات شدن یادم میاد، این چیز نیست منظور. نیت به مفهوم شرعیش اراده قلبی است که در باطن انسان وجود داره، او را باید متوجه باشی. دقت کردین؟ میخوای نماز بخونی، چرا نماز بخونی؟ گاهی وقتا میشه مثلا وقت نماز میاد شما که بچه هستین میخواید نماز بخونی، اینجا دیگه تو چندان حوصله نماز نداری، حال نخزین بچه‌ها سگ خوب میگن نماز نخون. با این نیت میخواید نماز بخونی، خلاص شد دیگه نماز که چیز کاری برات نمیکنه، که یک مصیبت هم برات به بار میاره، یک گناه هم برات کمی. گاهی وقتا تو مثلا نماز خالصانه شروع کردی، در جمع تو نماز میخونی، یک بار دهین نماز هستی خالصانه شروع کردی، یک بار میبینی که یک کس تو رو میبینه، اتومات شیطان دخالت میکنه، میگه که تو دیگه آرام تر نماز بخون، کی نفر میبینه دیگه، نش بازی بگه که چقدر تیز نماز میخونه، کیفیت نماز چی میکنه تغییر میکنه، با شیطان بیختک خراب کن. فهمیدین؟ گاهی وقتا بخیت تو نماز خلاص میکنی، بعد از دیگه باز میگه که او ما چه قادم خوبی شدیم، سعی کنی چه مخلصانه نماز خوندم. باز هم شیطان عمل شما رو چی میکنه؟ خراب میکنه. مو سخن علما مشهور است، بارها تکرار کردیم که گاهی وقتا حتی یک نفر در تنهایی خود ریا میکنه، در تنهایی هم تنها مثلا تو ریا میکنه. دقت، این خیلی خطرناک است. در تنهایی خود اصلا ریا میکنه. مثل چی واره؟ مثل از این واره که یک نفر مثلا شب خیسته نماز تهجد میخونه، خوب دعا میکنه، اشکاش هم جاری میشه، باز یک بار شیطان دلش وسوسه میکنه که سعی کن تو چقدر خوب مخلصانه نماز میخونی، دو کاش که یک نفر تو را ببینه که تو چقدر مخلصی. خودی نمی نیت عمل شما رو چی میکنه؟ از بین میبره. پس در هر مرحله انسان باید نیت خود اصلاح بکنه. یعنی چی؟ یعنی ای که در فکر نجات خودش باشه. You're good.